Hello and welcome به قسمت 16 آموزش انگلیسی برای بزرگ سالان و سالمندان با حروف فارسی خوش اومدیم در این قسمت بقیه الفا رو یاد میگیریم در قسمت قبل حروف صدادار A, E, I, O, U و Y رو یاد گرفته بودیم که اینجا آبیان حروفی که امروز یاد میگیریم قرمز هستند. اینها میگن کانسوننس یا حروف بی صدا. حروفی که امروز یاد میگیریم صداشون هست ب، س، د، ف، گ، ه، ج، ک ل، م و ن. البته همیشه حروفهایی هستن که صدای اسنستایی دارن. هر وقت به اون رسیدیم بهتون توضیح میدم. حرف اول هست بی. اسمش هست بی صداش هست ب هر وقت این حرف رو اگه تنها دیدین اسمش بیه مثلا توی فرودگاه دروازه بی ولی اگه توی کلمه بیاد صداش هست ب پس اسمش هست بی بی توی نوشتن میتونید خط بالا رو نگاه کنید سیاه و آبی نوشتهای چاپی هست و خط قرمز پایین دست خط منه برای نوشتن بی بزرگ یه خط صاف از بالا به پایین بکشین و بعد از بالا شروع کنین دو تا نیم دایره برای نوشتن ب کوچیک یه خط صاف از بالا بکشین به پایین و بعد یه دایره اضافه کنین مثال اول هست خفاش بات 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 بی که امروز یاد میگیریم هم بزرگ هم کوچیکش قرمزه A رو دفعه قبل یاد گرفته بودیم آبیه و حرف آخرش رو هنوز یاد نگرفتیم سیاهه بات بات یا کلمه پسر که قبلا یاد گرفته بودیم میشد بوی بوی مثال بعدی هم زنبور اصل بی 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 حرف بعدی است سی اسمش است سی سی صداش میتونه یا سه باشه یا که برای نوشتن سی یه نیم دایره بکشیم هم بزرگش هم کوچیکش مثل همه مثال اول هست گربه کت کت اینجا حرف سی تلفظ میشه مثل که کت کت مثال بعدی هست سیمان سمنت 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 اینجا حرف سی تلفظ میشه س سمنت سمنت حرف بعدی هست دی اسمش هست دی دی صداش هست د برای نوشتنش یه خط صاف از بالا بکشین به پایین و بعد یک نیم دایره اضافه کنین و برای نوشتن دی کوچیک یه خط صاف از بالا به پایین بکشین و یه دایره بذارین سمت چپش مثال اول هست داد داد یعنی بابا داد داد پدر میشد فادر بابا میشه داد داد در خونه میشه دور 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 حرف بعدی هست اف F صداش هست ف برای نوشتنش خودکار بذارین رو کاغذ از سمت راست به چپ یه خط کوچیک بکشین بعد یه خط دراز بکشین طرف پایین و بعد یه زن پایین تر از خط اول دوباره از سمت راست به چپ یه خط بکشین. برای نوشتن F کوچیک خودکار بذارین رو کاغذ یه نیم دایره بکشین و بعد خط دراز به طرف پایین و بعد یه خط کوچیک بذارین وسطش. مثالش هست کلمه پدر که میشد فادر که قبلا یاد گرفته بودیم و کلمه جدید پنکه فن 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 مثال بعدی هست آتش فایر 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 حرف بعدی هست جی اسمش هست جی صداش میتونه باشه گ یا ج برای نوشتن جی بزرگ یه نیم دایره بکشین و آخر نیم دایره رو مثل فلش بکنین و برای نوشتن جی کوچیک یه دایره بکشین و بعد خط رو بیارین پایین و آخرش رو گرد کنین و اگه به نوشتن های چاپ پیش دقت کنین خط اول سیاه مثل نوشتن دست خطیه ولی آبی جی کوچیک یه زن فرق داره این جی رو توی چاپی ها خیلی میبینین مثالش یک کلمه که قبلا یاد گرفته بودیم دختر میشد گرل هدف میشه گول گل گل ظرافه میشه جرف 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 اینجا جی صدای ج میده توی گرل و گل صدای گ میداد جرف جرف حرف بعدی هست H، اسمش هست H. ولی بعضی کشورها بهش میگن هیچ پس یا ایچ یا هیچ صداش هست ه برای نوشتن ایچ بزرگ مثل نردبون بکشین دو تا خط موازی از بالا به پایین بکشین و از وسط به هم وصلشون کنین و برای ایچ کوچیک یه خط صاف از بالا به پایین بکشین و بعد یه زن گردش کنین و یه خط کوچیک در کنارش چند تا مثال از ایج که قبلا یاد گرفته بودیم بودن هت کلاه هیت نفرت داشتن و کلمه که الان یاد میگیریم در آغوش گرفتن هاگ هاگ هاگ, هاگ. کلمه بعدی تلفظش مثل کلمه اینجاست که میشد هیر بشنو تلفظش همونه هیر هیر here. حرف بعدی هست J. J. صداش هست J. تو نوشتن چاپیاش آبیه رو بیشتر میبینین. و برای اینکه بنویسینش یه خط صاف از راست به چپ بکشین و بعد یه خط صاف بیارین پایین و آخرش رو گرد کنین. برای نوشتن جه کوچیک اون خط صاف بالا رو نذارین. به جاش یه نقطه بذارین. مثال اولش هست مربا جم 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 مثال بعدی هست شوخی یا جوک 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 جوک, جوک. حرف بعدی هست کی کی صداش هست که نوشتن چاپیش و دستخطیش خیلی با هم فرق ندارن و حرف کوچیک و بزرگ مثل همان فقط حرف کوچیک و یه زن کوچیکتر می نویسین مثال اولش هست باد بادک کایت 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 مثال بعدی هست نگه دار کیپ 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 نگهش دار کیپت کیپت حرف بعدی هست ال ال صداش هست ل نوشتن ال بزرگ مثل نوشتن ل تو فارسیه ولی برعکسشه از بالا یه خط صاف میکشین پایین و بعد یه خط صاف میکشین به طرف راست برای نوشتن ال کوچیک میتونین یا یه خط صاف بذارین یا میتونین تهش روی زن گرد کنین و اینجا توجه کنین ال کوچیک میتونه یه خط صاف باشه وقتی که چاپ میشه و بعضی وقتا هم وقتی آی رو می نویسند، خط بالا و پایینش رو نمی زارن و مثل ال کوچیک میشه. ولی وقتی کلمه رو خوب نگاه کنین زیاد قاطی نمی کنین. مثلا تو این مثال نگاه کنین لای تو حروف بزرگش رو اگه نگاه کنین اول ال بزرگه و بعد آی بزرگ لای میشه دروغ لای لای مثال بعدی هست تره فرنگی اینجا به حروف کوچکش نگاه کنین اونی که قرمزه آی بزرگ نیست ال کوچیکه تلفظ میشه لیک 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 حرف بعدی هست ام ام صداش هست م برای نوشتن ام بزرگ از پایین شروع میکنین یه خط میکشین به بالا بعد یه خط چپ پایین یه خط چپ بالا و بعد میکشین یه خط دیگه به طرف پایین برای نوشتن ام کوچیک اول یه خط از بالا به پایین بکشین و بعد حالت نیم دایره یه خط دیگه بکشین دوباره یه نیم دایره دیگه بکشین و بیارین پایین حالش هست درست کن میک 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 مثال بعدی هست کلمه مادر میشد مادر قبلا یاد گرفته بودیم و مامان میشه مام 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 حرف آخری که امروز یاد میگیریم هست ان ان صداش هست نه برای نوشتن ان بزرگ از پایین شروع کنین یه خط صاف بکشین بالا یه خط چپ بکشین پایین و یه خط صاف بکشین بالا برای نوشتن ان کوچیک از بالا به پایین یه خط کوچیک بکشین و بعد حالت نیم دایره بکنین و دوباره بکشین پایین. مثال اول هست never هرگز never 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 مثال بعدی هست خوب نایس 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 لطفا اگه سوالی براتون پیش اومده کامنت بذارین و یادتون نره سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای بعدی با خبرشین در قسمت بعدی بقیه حروف بی صدا رو یاد میگیریم. Goodbye.